عرض می شود که داشت چیزی که این آقا داشت می گفت به خاطر این بود که در ایران نیروی چپ وجود داشت، هنوزم وجود داره. این فیلسوف که داشت می گفت اشارش به مارکسه، اما جرأت ابرازش رو نداشت و بعد آمد و عرض میشه اینا مغالطات معنایی سمنتیک میکرد این آقا و دروغ هم میگفت. میگفت که این مکاتب و یک ایدئولوژی که حالا یک فیلسوف، حالا فیلسوف از کجا آورد بنده نمیدونم، چون خب فیلسوف هست تو زبان فارسی، به زبان یونانی میگن فیلوسوفیا، این دوستار معرفت، حالا فیلسوف میگفت بماند اینم لحن آخوندیست بر صورت، میگفت که یا این ایده ها و ایدئولوژی ها که هستن یا به وسیله یک فیلسوف آمده یا این که وحی الهی است. حالا پیدا کن پرتغال فروش را، آقا فیلسوف بیشتر میفهمد یا الله؟ و در موضوع دموکراسی آقا کاملا مغلطه میکرد. چه ربطی داره داستان ایدئولوژی به قضیه دموکراسی؟ یعنی ما اگر نگاه بکنیم به اساره حرفای این آقا، این داشت میگفت که مردم ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی و روحانیین هم به حکومت نخواهند آمدی، به معنوش به معنای اون نیست، اما حکومت اسلام است. و بعدش هم آمدن گفتند که خب حالا که حکومت اسلام هست این مجلس مؤسسان ضرورت ندارد. همون که دیدید اون مقالات کار معروف اون یکی بهشتی میگفت که اینها متخصص و خبره میخواهد، یعنی آخوند بایستی باشد. و یه تعدادی ملا و آخوند جمع کردن و عرض میکنن که همین داستان ها که میدانید به راه انداختن. بعد این آقا در قطعات بعدی تفاوت بین سوسیالیسم و این رو نمیفهمه که داستان سوسیالیسم رو میگذاره در مقابل دموکراسی، معنیش رو هم نفهمیده. اما این که میگفت که در روزگار مشروطه اینها همش اسلام بوده، از برای اسلام بوده، این یک دروغ تاریخی است. بنده تاکید دارم بر این مطلب و استدعا میکنم در منزل این پدران و مادران به بچه‌هاشون تعلیم بدن که آقا چنین نبوده. این دروغ‌هایی که در مدارس میگن اینها رو به گونه‌ای نفی بکنن. اینجا از صفحه 329 از تاریخ مشروطه ایران خدمتتون میخونم دستبردهایی که علما در قانون میکردن. دستبرد، واژه دستبرد رو به کار برد. کنون به تهران باز میگردیم. چنان که دیدیم قانون اساسی در این شهر رنگ دیگری میداشت. به هنگامی که بسیاری از شهرهای دیگر به طلبیدن قانون شور و خروش مینمودند، در اینجا در سایه دو دستگی علما مردم هم به دو دستی گردیدند و یک دسته هواداری از شریعت مینمودند. از آن سو در مجلس بیشتر نمایندگان به این داستان ارج چندانی ننهاده، یعنی کسی آخوند رو آدم واقعا حساب نمیکرد اصل مشروطه و هیچ کس نمیخواست که قضایای آخوند وارد حکومت بشود یا آخوند به قدرت برسد. در بیشتر نمایندگان به این داستان ارج چندانی ننهاده، به شور و خروش بله معنایی به جوش و خروش شهرها معنایی جز آشوب طلبی نمیدادند. سنی و دوله رئیس مجلس که همیشه هواداری از دولت نمودی این زمان بیشتر می نمود و اون جوش و خروش ها از اون جوش و خروش ها آزردگی نشان می داد. چنان که نوشتیم برخی از نمایندگان نیز هواداری از شریعت می نمودند و اینان دلیرانه پاسخهایی می گفتند و دیگران از ترس خاموش می نشستند. روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اینجا نیز تکانی پدیدار شد، بدین سان که گروهی از زنان، ملاحظه فرمایید زنان ایران نقش رو مثلا نه هنوز کشف حجاب بوده، نه هنوز نمیدونم چیز خانواده بوده، زنان رو ببینید، گروهی از زنان دسته ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس دستند. بله این بار دیگر بود که زنان رو پوشیده ایران با چادر و چاخچور همپایی در جنبش آزادی می نمودند. بله و الی آخر و بعد توضیح می داد که چگونه از بس این آخوندان نق زدن شریعت طلبا اون داستان رو آوردن. خیلی خوب، بله از قانون اساسی در نشست‌های علما و نگان گفتگو می‌رفت. پس از رسیدن تلگراف‌های تبریز و دیگر شهرها به اون بیشتر پرداختن و در پیشرفت کار شتابی نشون ندادن، ولی چنان که گمان می‌رفت علمای شریعت خواه به ایرادهایی برخواستن و در چند اصل ناهمداستانی نمودن. نخست درباره اصل هشتم که میگوید اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود ایراد گرفته، گفتند
مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. آخونده راست میگفتند، اسلامشون حکم میکرده و حکم میکنه. اسلام عرض کردم بر تفاوت بر تساوی نیست. این رو بایستی عرض کنم که وارد اینجا کنیم و این ضرر و زیان و خسرانی که ملت ایران امروز داره میدهد برای اسلام سیاسی بایستی که آخرین آزمون باشه و مردم از شر اسلام سیاسی برای همیشه راحت بشن بعد از این طی این دوره. ملاحظه فرمایید، اصل هشتم میگوید چه فرقی میکنه، اما از نظر اینها بابی و شیخ رافضی یکی. هرگز بابی رو باید سرش رو برید آقا. یهودی با حضرت حجت الاسلام یک باشه خیر. میگفتن که مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زرتشتی یا یک کافر دیگر را کش، او را به کیفر نتوان کشتن و باید دیه گرفت. به به بین عرض میکنم که حقوق بشر اسلامی ملازم فرمایید امروز هم همین ماجرا جاری است. یعنی اینها عرض کنم دنبال رو به همون شریعت خواهان مشروطه بودن و هم دنبال شریعت خواهان قدیم بودن، تفاوتی نکرد. این رو کسروی نوشته در همون روزگار. خیلی خوب، درباره دوم، درباره اصل 19 هم که میگوید تأسیس مدارس و مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود، خورده گرفتن و میگفتن تحصیل اجباری مخالف شریعت است. سوم، درباره اصل 20 هم که میگوید عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد ممیزی در آنان ممنوع است، به ایراد بخواسته میگفتن باید تحت نظر علما باشد، یعنی مطبوعات کشور تحت نظر آخوند باشد. گفتگو درباره اینها به بیرون نیز رسید و در برخی روزنامه‌ها گفتارهایی نوشته شد. بیش از همه در پیرامون اصل هشتم سخن می‌رفت و زرتشتیان که این زمان پروبالی باز کرده بودند نامه‌های به مجلس نوشته برای خود برابری می‌خواستند. یک نویسنده‌ای در روزنامه عبدالمتین تهران در این زمینه چنین نوشت: اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم به محظورات بزرگ دچار می شویم. یکی از آن محظورات اون که مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل 25 تومان کم یا زیاد در قانون ملاحظه نماید، گمان نمی کنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تفسیر کردم خون من انسان به قدر یک حیوان پستر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید، از این جهت قیمت تو قیمت حیوان است. جواب خواهند گفت که یک نفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ 65,000 تومان دادید؟ جز این که به تخصیص و تخصص قائل شویم که دو نفر از اهل کتاب اهل ذمه، یکی 65,000 تومان دیه او باشد و دیگری 20 و چند تومان. باری این توضیح است که مرحوم علامه کسروی داده. حاج شیخ فضل الله مجلس را از هر باره زیر دست ملایان می‌خواست و از یک ماه پیش یک اسب برای افسوده شدن به قانون اساسی آمادینی گردانه و اون را با خط خود نوشت، نسخه های از اون به دست مردم داده بود و کنون پافشاری درباره نشان میداد و اون نوشته این است که بعد توضیح همین شیخ فضل‌الله نوری شریعت خواه است. بله، میگوید که این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بعض مرحلت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ اصل از اثار مواد احکامی اون مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوع حضرت خیرالانام نداشته باشد. حالا بقیش من نمیخونم چون طولانی است و اینا، مقصود این از صفحه 332 هست برای شناخت وضعیت امروز ایران، سیاست ایران و اونچه گذشته. بنده توصیه میکنم یکی از کتابهای کلیدی تاریخ مملکت که در یک موضع مهم تاریخی نوشته و پایه و اساس همه بقای امروز هست، این تاریخ مشروطه ایران هست و کسان دیگری که نوشتن به پای کسروی نرسیدن از لحاظ بیان حقایق.